گذشته یک روز دیگر از مذاکرات فشرده برای دستیابی به توافقی سیاسی که میتواند زمینه‌ساز توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهانی برای حل و فصل بحران هسته‌ای باشد، طرف‌های مذاکره و منابع نزدیک به مذاکرات از سازنده بودن گفتگوها و فضای مثبت حاکم بر آن می‌گویند. اگرچه فضای گفتگوها همچنان مثبت و امیدبخش است، یکی از مقامات آمریکایی روز دوشنبه در گفتگو با رویترز هشدار داده ایران برای کاستن از هراس‌ها و ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ایش باید تصمیمات سختی بگیرد. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه آمریکا و ایران روز دوشنبه 25 اسفند ماه در لوزان سوئیس گفتگویی 5 ساعته داشتند و پس از آن هیئت ایرانی راهی بروکسل شد تا با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدار کند. پس از مذاکرات لوزان یکی از مقامات آمریکایی گفت هنوز مشخص نیست آیا ترسیم چارچوب توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا پایان ماه مارس که ضرب العجل از پیش تعیین شده است محقق خواهد شد یا نه. او گفت طرفین سخت در تلاشند اما نمی دانند که قادر به انجام آن خواهند بود یا نه. این مقام ارشد دولت آمریکا همچنین از مطرح شدن موضوع نامه بحث برانگیز 47 سناتور آمریکایی در مذاکرات لوزان خبر داد و گفت طرف ایرانی از این نامه بی‌محل که در آن از بی‌اعتبار بودن توافق پس از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما سخن گفته شده گلایه کرده و هشدار داده که ایران هم می‌تواند هر توافقی که با دولت اوباما صورت گرفته را در آینده نادیده بگیرد. می گفته او این گونه انحرافات وقتی طرفین مشغول گفتگوهایی تا این اندازه جدیند مطلوب نیست. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه پس از نشست بروکسل با همتای ایرانی خود گفت پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته اما نکات مهمی همچنان حل نشده باقی مانده است. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا هم اعلام کرده ترسیم چارچوب توافق همچنان آسان به نظر نمی‌رسد. در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده اما برخی موارد هم همچنان بی‌تغییر باقی مانده است. مذاکرات قرار است امروز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کند. این در حالی است که با فرارسیدن تعطیلات نوروزی مقامات ایرانی میگویند نهایی کردن توافق سیاسی تا پایان هفته جاری دشوار خواهد بود. اگر توافق تا روزهای شنبه و یک شنبه محقق نشود، دور دیگری از گفتگوها در روزهای پایانی ماه مارس برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف در گفتگو با ایرنا گفته در برخی موارد به راه حل نزدیکتر شده ایم و بر اساس این میتوان گفت راه‌حل‌ها در دسترسند. او در دیدار با فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نگارش توافق هنگامی آغاز می‌شود که درباره راه‌حل‌ها گفتگو کنیم و بر سر آنها به نظر واحد برسیم. به گفته وزیر امور خارجه ایران توافق یا باید بر سر همه چیز باشد یا هیچ چیز. فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم مذاکرات بروکسل را سازنده و امیدبخش خوانده و گفته ما درباره شکاف‌های باقی مانده گفتگو کردیم تا راهی برای حرکت به پیش پیدا کنیم. به گفته او هنوز موانعی بر سر راه توافق با تهران وجود دارد و من امیدوارم مشارکت طرف اروپایی به برداشتن این موانع کمک کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم که به همراه ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده در گفتگوهای روز دوشنبه حضور داشته نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات ابراز خوشبینی کرده است. هیئت ایرانی پس از نشست بروکسل به لوزان بازگشت تا مذاکرات دو جانبه با آمریکایی‌ها را در روز سه‌شنبه دنبال کند. در روزهای پایانی هفته هم مقامات ارشد اتحادیه اروپا و احتمالاً وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه بسته به میزان پیشرفت گفتگوها به مذاکره کنندگان در لوزان خواهند پیوست. ابراز نگرانی درباره پیامدهای تقویت نیروهای نظامی وابسته به ایران در عراق افزایش یافته است. پیش از این مقامهای نظامی آمریکا نیز درباره پیامدهای حضور فرماندهان و نیروهای نظامی سپاه پاسداران در عملیات علیه داعش در عراق ابراز نگرانی کرده بودند. اما در تازه ترین تحول مقامات عراقی در مورد خطر گسترش نفوذ ایران به دلیل مداخله در جنگ علیه دولت اسلامی هشدار دادند. عیاد علاوی معاون رئیس جمهوری عراق گفته است که آمریکا و سایر کشورهای غربی باید برای مقابله با نیروهای دولت اسلامی
تلاش بیشتری کنند و در غیر این صورت زمینه گسترش نفوذ ایران در عراق فراهم خواهد شد. آقای علابی گفته که شبه نظامیان شیعه به اقدامات تلافی جویانه علیه جمعیت سنی عراق دست دادن و این برخورد میتواند زمینه ساز تشتت و تنش بیشتر و خطرناکتری شود. آقای علابی از سال 2004 تا 2005 نخست وزیر دولت انتقالی این کشور بود و از سال 2014 یکی از معاونان رئیس جمهوری عراق بوده است. وی از شیعیان عراق است اما از سیاستمداران سکولار این کشور محسوب می شود. عیاد علابی گفته است آمریکا و کشورهایی مانند بریتانیا که صدام حسین را در سال 2003 سرنگون کردند در حال حاضر دارای مسئولیت اخلاقی هستند تا اقدام بیشتری علیه دولت اسلامی به عمل آورند. معاون رئیس جمهوری عراق گفت که بدون مداخله بیشتر بین المللی در جنگ کنونی علیه داعش نابودی افراطگرایی بسیار دشوارتر خواهد شد. آقای علابی در این مصاحبه به عملیات گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت حکومت ایران و مشارکت ایران در عملیات جاری علیه دولت اسلامی اشاره کرد و گفت که ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه در حال حاضر شهر تکریت را در محاصره دارند، هرچند چند مرکز شهر همچنان در دست نفرات دولت اسلامی است. آقای علابی هشدار داد که سپردن جنگ با افراطگرایی دولت اسلامی به شبه نظامیان شیعه علاوه بر افزایش نفوذ حکومت ایران در عراق باعث بیشتر شدن شکاف و رویارویی فرقه‌ای در عراق خواهد شد و خطرات بیشتری را در پی خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری عراق تأکید کرد که کشورش تنها به یک پیروزی نظامی نیاز ندارد بلکه مهمتر از آن دستیابی به یک پیروزی سیاسی است. همزمان یک مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق نیز در مورد همکاری شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران با ارتش عراق در جنگ علیه نیروهای دولت اسلامی ابراز نگرانی کرده است. مسرور بارزانی پسر رئیس جمهوری دولت اقلیم کردستان عراق و رئیس سازمان امنیت منطقه‌ای این دولت، دولت مرکزی عراق را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که روی آوردن دولت به شبه نظامیان بسیج مردمی عراق در جنگ با داعش میتواند مشکلی به مراتب بزرگتر از داعش را در پی داشته باشد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخ داده و شرایط ایران برای بازدید گزارشگر سازمان ملل را اعلام کرده است. آقای لاریجانی احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را به همکاری با تروریست ها متهم کرده و خواهان تایید فرد دیگری به عنوان گزارشگر سازمان ملل شده است. احمد شهید هفته پیش گزارش خود درباره حقوق بشر در ایران را منتشر کرد که طی آن از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها و بدتر شدن نقض حقوق بشر در ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انتقاد شده است. آقای لاریجانی گفته مسئولان ما در سطوح مختلف اعم از قضایی و دیپلماتیک با احمد شهید ملاقات داشتند. آقای لاریجانی درباره درخواست سفر آقای شهید موافقت این سفر را مشروط به کاستن از تعداد اتهامات ایران کرده است. آقای لاریجانی گفته است ما میگوییم دو موضوع انتخاب کن که شما چه کار میخواهید انجام دهید، زیرا طبق منطق سازمان ملل گزارشگر که جایی میرود میگوید که من این کارها را میخواهم انجام دهم که ما با آن مشکلی نداریم. همکاری ما با احمد شهید بیش از حد لیاقتش است. دبیر ستاد حقوق بشر همچنین خواستار تعیین گزارشگر موضوعی برای امور ایران به جای تعیین گزارشگر ثابت شده است. وی تصریح کرده نباید اساساً چنین گزارشگری برای کشور ما بگذارند، زیرا ما نهایت همکاری را داریم و راجع به هر موضوعی میتواند گزارشگر موضوعی به کشورمان بیاید. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره برخورد با معترضین به تقلب در انتخابات سال 88 گفته است ما به کسانی که در جریان فتنه سال 88 نقش عمده نداشتند اما اتهاماتی متوجه آنهاست کمک می‌کنیم تا در چارچوب قانون با آنها با تسامح برخورد شود.
آقای لاریجانی در این گفتگو حاضر به توضیح بیشتر درباره ممنوعیت رسانه‌ای خبر و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نشده و گفته است به دلیل اینکه این امر تصمیم حکومتی است و در شورای عالی امنیت ملی که قوای سگانه حضور دارند اتخاذ شده و مبنای قانونی خود را دارد، به مصلحت نمی‌دانم که در این مورد اظهار نظر بیشتری داشته باشم. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بار دیگر از حکم صادر علیه امید کوکبی که به هنگام بازگشت به ایران پس از انتخاب آقای روحانی بازداشت شد دفاع کرده و آقای کوکبی را جاسوس معرفی کرده است. آقای لاریجانی گفته است امید کوکبی دانشجوی یکی از دانشگاه‌های آمریکا بود که به ایران برگشت. نیروهای امنیتی ما به او مظنون شدند و او را به اتهام جاسوسی دستگیر کردند. به این ترتیب پرونده‌ای تشکیل و وی محکوم شد. البته ما در این زمینه با مسئولان امنیتی و قضایی صحبت‌های مختلفی داشته و داریم. آقای لاریجانی همچنین از ممنوعیت همجنسگرایی دفاع کرده و گفته است تا 50 سال پیش در آمریکا مسئله همجنس بازی ممنوع بود. وی درباره حل مشکلات همجنسگرایان گفته است ما تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌ایم. محمد جواد لاریجانی از سال 1384 تا کنون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران است. دولت ترکیه به عبدالله اوجالان اجازه داده تا در امرالی زندان محل اقامتش دبیرخانه تشکیل بده. قرار هست این دبیرخانه به روند مذاکرات صلح کردها با دولت ترکیه کمک بکنه و شتاب بیشتری بده. درخواست برای ایجاد دبیرخانه در زندان امرالی یکی از 10 درخواست عبدالله اوجالان بوده. اوایل اسفند ماه امسال 10 درخواست رو اوجالان به عنوان پیش شرط مذاکرات صلح مطرح کرده بود که دولت ترکیه فعلا تنها با تشکیل دبیرخانه در زندان امرالی موافقت کرده. در همین رابطه 5 زندانی سیاسی کرد به عنوان منشی این دبیرخانه با اوجالان همکاری خواهند کرد. اسامی این 5 زندانی کرد که همگی از اعضای PKK هستند رو اوجالان به مقامات دولت ترکیه داده و قرار هست اونها از زندانهای دیگه ترکیه به امرالی منتقل بشن. این روزها زندان امرالی محل رفت و آمدهای زیادی هستش، از مقامات دولتی ترکیه گرفته تا هیئت نمایندگان کری که میانجی مذاکرات صلح میان PKK و دولت ترکیه هستند. در همین ارتباط هم باید به 2 خبر مهم اشاره بکنم. نخست آنکه عبدالله اوجالان نامه مهمی رو به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و جلال طالبانی نوشته. سری سورای اوندر نماینده کرد تبار پارلمان ترکیه و عضو هیئت امرالی گفته که طی روزهای آینده در دیدار با مسعود بارزانی و جلال طالبانی نامه‌های اوجالان رو به اونها خواهد داد. البته آقای اوندر توضیح بیشتری در مورد محتوای این نامه‌ها نداده، اما از گفته‌های او این چنین برمیاد که موضوعات مربوط به مذاکرات صلح، همینطور مسائل مربوط به کردهای سوریه و عراق و تهدیدات داعش و راه‌های مبارزه با داعش از موارد طرح شده در این نامه ها هست. همینطور سورای اوندر گفته که اوجالان در حال نوشتن یک نامه تاریخی در آستانه نوروز هستش. او گفته امسال با شکوه ترین جشن نوروز در دیاربکر برگزار خواهد شد و نامه تاریخی اوجالان در نوروز 2015 رو باید به مثابه تأسیس جمهوری دموکراتیک در ترکیه قلمداد کرد. اما به یک خبر متفاوت هم اشاره بکنم. روز گذشته مقامات امنیتی ترکیه اعلام کردند که 3 جوان انگلیسی که قصد عبور از ترکیه و پیوستن به داعش رو داشتن در شهر استانبول بازداشت شدند. گویا اطلاعات مربوط به سفر این 3 شهروند بریتانیایی رو مقامات انگلیسی در اختیار مقامات امنیتی ترکیه قرار داده بودند. میدونیم پیشتر هم البته 3 زن بریتانیایی تونسته بودن از طریق ترکیه به سوریه برن و به گروه تروریستی داعش بپیوندن که این موضوع بسیار خبرساز شده بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد اظهارات اخیر جان کری در مورد گفتگو با بشار اسد رئیس دولت حاکم بر سوریه به منظور پایان دادن به درگیری‌های خونین 4 ساله در آن کشور توضیح داده است.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی که روز یکشنبه از شبکه سی بی اس پخش شد گفته بود ایالات متحده باید از طریق مذاکره با بشار اسد او را از قدرت برکنار کند و به جنگ داخلی سوریه پایان دهد تا جایگزینی برای او پیدا شود. در پی بازتاب گسترده سخنان آقای کری، خانم ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعاتی پس از اظهارات آقای کری در بیانیه‌ای گفت سیاست ایالات متحده در قبال سوریه تغییر نکرده است و مقامات دولت آمریکا بارها گفتند که تنها راه پایان دادن به زجر مردم سوریه راه حل سیاسی است. خانم هارف همچنین در توضیح در مورد اظهارات اخیر جان کری گفت منظور وزیر خارجه آمریکا مذاکره مستقیم با بشار اسد نبوده است و تأکید کرد اسد هرگز به طور مستقیم در گفتگوها دخالت نخواهد داشت. خانم هارف در ادامه افزود آقای کری گفته است ضرورتاً همیشه این نیاز وجود خواهد داشت که نمایندگانی از رژیم بشار اسد بخشی از این روند باشند و هرگز قرار نبوده و قرار نیست که اسد خود مذاکره کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه در سخنانی که از تلویزیون سوریه پخش شد اظهارات وزیر خارجه آمریکا را رد کرد و گفت از این سخنان زیاد شنیده و منتظر اقدام عملی در این زمینه است. آقای اسد دیروز 16 مارس در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت این مردم سوریه هستند که درباره این مسئله تصمیم میگیرند و همین دلیل هرچه در این باره گفته شده است یا گفته می شود چه از دور و چه از نزدیک هیچ اهمیتی برای ما نداشته است. گفتگوی تلویزیون ایران با بشار اسد بعد از دیدار او با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دمشق انجام شد. ایران نزدیکترین متحد بشار اسد محسوب می شود و در 4 سال گذشته در جریان ناآرامی ها و جنگ داخلی در این کشور با فشارها و تحریم‌های بین‌المللی همواره از دولت او حمایت کرده است. در طی این سال‌ها دولت آمریکا بارها بر کنارگیری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه تأکید کرده و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تنها راه حل بحران سوریه را کنار گرفتن بشار اسد از قدرت اعلام کرده بود. با وجود این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در مصاحبه‌ای بدون آنکه مطابق معمول از لزوم کنار رفتن آقای اسد یا نامشروع بودن حکومت او صحبت کند گفت ما در نهایت باید مذاکره کنیم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تلویزیون ایران گفت هرچه از بیرون از مرزهای سوریه گفته شود فقط حرفهای گذراست و تأثیری در نظر مردم سوریه ندارد. او از کشورهای خارجی خواسته بر کشورهای زیر سلطه خود در منطقه فشار بیاورند تا حمایت‌های لجستیکی، مالی و نظامی از مخالفان را متوقف کنند و گفته است آن وقت می‌توانیم بگوییم که این تغییرات مثبت و مفید بوده است. در همین حال بریتانیا همپیمان آمریکا روز دوشنبه گفت که اسد در آینده سوریه جایی ندارد. در جریان 5 سال جنگ داخلی سوریه بیش از 215 هزار نفر کشته و نیمی از جمعیت کشور آواره شدند. شرکت فیسبوک پس از بازنگری در معیارهای اجتماعیش اطلاعات بیشتری درباره اینکه چه موادی در این شبکه ممنوع یا آزاد خواهد بود ارائه کرده است. فیسبوک در دستورالعمل‌های اجتماعی تازه از جمله جزئیات بیشتری درباره محدودیت‌های مربوط به محتوای حاوی تصاویر برهنه ارائه کرده و گفته به تصاویری که در آن تمرکز بر برهنگی باشد اجازه انتشار نخواهد داد. فیسبوک گفته امیدوار است این راهنمای تازه شفافیت بیشتری برای کاربرانش ایجاد کند. یکی از مشاوران فیسبوک در حوزه امنیت اقدام تازه این شبکه اجتماعی را ستوده اما گفته از اینکه گام‌های بیشتری برنداشته سرخورده است. فیسبوک میگوید 1,400,000,000 کاربر دارد که دست کم ماهی 1 بار از خدماتش استفاده می‌کنند. دستورالعمل تازه جایگزین مقررات سابق می شوند و نسخه ای از آن برای کاربرانی که در مورد برخی از پست های فیسبوک شکایت داشتند فرستاده خواهد شد.
مونیکا بیک، مدیر بخش مقررات جهانی فیسبوک، گفته است این شبکه اجتماعی قصد دارد با بازنگری در دستورالعمل‌هایش از سرگردانی کاربرانش در مورد اینکه چرا درخواستشان برای حذف برخی از محتواهای منتشر شده برای فیسبوک پذیرفته نمی‌شود کم کند. مدیر بخش مقررات فیسبوک گفته است در دستورالعمل تازه ما حالا روشن کردیم که به گروه‌های تروریستی و اعضایشان اجازه فعالیت در فیسبوک نمی‌دهیم، همینطور اجازه نمی‌دهیم کسی از تروریسم حمایت کند و یا اینکه از فعالیت‌ها و رهبران گروه‌های تروریستی تعریف و تمجید کند. این موضوعی است که قبلاً جزئیاتش روشن نبود. خانم بیگ تاکید می‌کند اصل سیاست‌های فیسبوک تغییری نکرده است. نسخه تازه دستورالعمل فیسبوک در 2500 کلمه نوشته شده و تقریباً 3 برابر نسخه قبلی آن است. بر اساس دستورالعمل بازنگری شده فیسبوک، انتشار تصاویری که در آن باسن مرکز توجه باشد ممنوع است. همینطور انتشار تصویر پستان زنها اگر نوک پستان پیدا باشد ممنوع است. اما به تصاویری که محتوای آن پستان زنانی است که در حال شیر دادن به بچه‌هایشان هستند یا پستانهایی که به دلیل جراحی برداشته شدند اجازه انتشار می‌دهد. این تغییر پس از آن ایجاد شد که فیسبوک سال گذشته تصاویر زنانی را که در حال شیر دادن به بچه‌هایشان بودند به خاطر نمایش پستان زنها حذف کرد. حذف این تصاویر جنجالی شد و فیسبوک بعد از بازگرداندن تصاویر اعلام کرد دلیل حذف این تصاویر شکایت برخی از کاربرانش بوده است. اکنون فیسبوک به طور شفاف سیاستش را در این مورد اعلام کرده است. فیسبوک همچنین اضافه کرده اعمال محدودیت‌های اینچنینی شامل محتواهای آموزشی یا هزل‌آمیز نمی شود. فیسبوک همینطور انتشار متن‌هایی که در آن به طور روشن جزئیات عمل جنسی شرح داده شده باشد را ممنوع کرده است.